دن اون راه ها ناتوان است. عقل عالمی محدودیت هایی دارد، فهم پاری از امور در عالم طبیعت در واقع ماورای درک و فهم و ادراک عقل آدم است. خب این مهمترین رکن نگاه پیشینیان به طبیعت. اما درباره انسان چه میتوان گفت؟ انسان شناسی که دینی در واقع دو وجه ظاهرا متناقض دارد. از یک زاویه انسان بسیار تکریم شده است در ادبیات دینی و از یک زاویه و منظر دیگر انسان بسیار تخفیف شده است، خار شمرده شده است، کوچک شمرده شده است و این دوتا در واقع دو وجه ظاهرا متعارض وجود آدمی رو تشکیل میدن. حتی شما ببینید اون وجه به اصطلاح مستد و تکریم آمیزی که در ادبیات دینی درباره آدمیان عرضه شده است کجا خودش رو نشون میده؟ شما ملاحظه کنید مطابق جهان شناسی یا فلک شناسی گذشتگان، مثلا فلک شناسی بطلمیوسی که در ادبیات دینی ادیان توحیدی به مثل مقبول بوده است، در اسلام، مسیحیت، یهودیت و در حال این فلک شناسی ظاهرا وجود دارد. مطابق این فلک شناسی زمین مرکز عالم است. این عالم مثل منظومه شمسی رو در نظر بگیرید، فکر میکردن عالم کما بیش همین است. زمین در مرکز این عالم بود و در واقع جایگاه آدمیان که عبارت باشد از زمین مرکز عالم خلقت هم به شمار میرن. یعنی به لحاظ جغرافیایی انسان در کانون و مرکز هستی واقع شده بود و این مرکز البته حکایت از وضعیت و جایگاه ممتاز آدمی میکرد. اما این مرکزیت صرفاً به مرکزیت جغرافیایی و مکانی منحصر نبود. یک نوع مرکزیت ارزشی هم آدمیان داشتند. آدمیان اشرف مخلوقات محسوب می شدند. خلیفه خداوند بر روی زمین به شمار می رفتند. خداوند همه موجودات را آفرید و بر صدر همه اونها آدمی هم. آدمی سرگل آفرینش به شمار می رفتند. تورات آمده است و خداوند آدم را آفرید و خدا آدم را بر صورت خود آفرید. شما ببینید فقط انسان است که واجد این ویژگی شده است، یعنی آدم به صورت خداوند است. حالا این هر معنی داره. در قرآن هم آمده است خداوند وقتی که آدم رو گل آدم رو سرشت و نفخت فیه من روحی، بعد از روح خود در او دمید. من روحی، از روح من، از روح خود در او دمیدم. این فقط ویژگی است که منحصر به انسان است و آدم یه علمی میدونست که فقط آدم میدانست. خداوند به آدمیان علمی را آموخت، یک موجود دیگری نمیدانست. حالا اون علم اسماء هرچه که بود چیزی بود که منحصر به آدمیان بود. لذا نه فقط آدمیان در مرکز عالم بودند به لحاظ جغرافیایی، بلکه به لحاظ ارزشی احسن مخلوقات هم به شمار میرفتند و سرگل کائنات و آفریده های خداوند به شمار میرفتند. اما وجه منفی انسان چه؟ وجه منفی انسان این بود که انسان در برابر خداوند هیچ است. انسان یک موجود ضعیف و در برابر شعشعه نور خداوند موجود کلمعدوم است. نزدیک دیوار به دیوار هیچ است. در بینش و نگاه دینی وقتی که خداوند در میرسد همه چیز در پیش او رنگ میبازد. از اون آدمیان، هستی آدمیان مثل یک شمع است، مثل ستاره در آسمان. خورشید که طلوع میکنه تمام این نورهای خورده جارو میشوند و روبیده میشوند و از میان میروند. به تعبیر دقیق تر مرکز اصلی عالم عبارت است از خداوند. اون کانون اصلی است و اگر آدمیان مرکزیت و اشرفیت میابند به علت این است که به اون خداوند نوعی ارتباط و اتصال داشتند. بنابراین در این بینش در واقع خداوند است که در کانون است، اون مرکز اصلی است و بقیه همه در پیرامون او میگردند. خب این تصویر بسیار ساده شده از نگاه پیشینیان ما که عمدتا نگاه دینی تلقی میشد
در باره طبیعت و در باره انسان. خب شما میبینید کاملا طبیعی است کسی این تصویر رو از طبیعت و از انسان داشته باشه و هر جا که نگاه کنه خداوند رو میبینه. به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. خب این هم طبیعی است که این اتفاق میفته، همه چیز آیه میشود، همه چیز پنجره میشود که به خداوند اشاره میکند، چشم ما رو به سوی دیگر فرا میخواند و میکشاند. اما از وقتی به بعد نگاه انسان ها به طبیعت و خویشتن تحمل جدی و اساسی پیدا کرد، درک و تلقی جدید انسان مدرن میراث کسانی نظیر نیوتن است. در واقع مطابق تلقی و نگاه جدید نسبت به طبیعت، جهان یک سره از زیر سلطه نیروهای ماورایی و غیبی بیرون آمد و جهان یک سره تحت کنترل و اراده نیروهای فیزیکی مثل نیروی جاذبه، مثل قوانین حرکت، مثل قوانین مثلا ترکیبات شیمیایی و غیره قرار گرفت. در واقع پیشفرض علم جدید این بود که کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است. این خیلی پیشفرض مهمی بود. به معنی این که شما میگید که کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است، یعنی طبیعت ساختار معقول دارد و عقل آدمیان میتواند اون ساختار رو بفهمد، دریابد، بفهمه چه میگذرد. هیچ وجهی از وجوه این طبیعت علل اصول ماورای فهم و عقل آدمی نیست. شما همیشه میتونید بفهمید که چه میگذره. حالا امروز دانش کافی نداریم، اشکال نداره، فردا پیدا میکنیم. امروز اگر یه شیمیدانی فرض کنید دو تا ماده رو در لابراتوار ترکیب بکنه، یه مرتبه نتیجه عجیب بگیره، فوری نمیگه آه فهمیدم خدا وجود داره، دست خدا در اینجاست. مطلقاً میگه یه اتفاق طبیعی است، یه چیزی در محاسبه من بیرون بوده، میگردن پیداش میکنن. یعنی این پدیده همیشه تفسیر طبیعی برمیتابد، یا براش تفسیر طبیعی میده، یا اگرم نداره میگه پیدا میکنن. الان ندارن ولی به زودی براش تفسیر طبیعی پیدا میکنن. لذا آنچه که در طبیعت هست به زبان ریاضی است و قوانینی که در طبیعت وجود دارند قوانین ثابت و تغییر ناپذیر می هستند که با عقل آدمی علل اصول قابل درکند. در واقع مطابق تصویر جدیدی که از طبیعت داده شد، طبیعت تبدیل شد به یک ماشین عظیم، یک ساعت که در واقع با یک نظم هندسی بسیار دقیق اجزا او در کنار یکدیگر قرار گرفتند. البته در این ساعت یه جایی برای دخالت نیروهای ماورای طبیعی و معجزه آمیز نبود. به تعبیری خداوند که پیشتر مثل خون در رگهای طبیعت جاری بود، از درون طبیعت به بیرون طبیعت رانده شد. خداوند شد یک ساعت ساز که یه ساعت ساخته، و وقتی هم ساعت رو می سازه اگه ساعت ساز خوبی باشه دیگه ساعت به یه ساعت ساز دیگه اتجاه نداره، ساعت کار خودتون می کنه. بحثی بود بین نیوتن، لایبنیتس و دیگران که نیوتن معتقد بود که هر از چنگ‌های خداوند لازم دخالت بکنه ساعت رو تنظیم بکنه. این ساعت اختلالات سیاره عطارد، این بحث فیزیکی بود که فیزیکدانان نمی‌تونستن درست از توصیفش توضیحش بدن. نیوتن در فیزیک خودش براش تئوری نداشت. نیوتن میگه که آیا پس چجور میشه که این سیاره عطارد با وجود این اختلالات از مسیر خارج نمیشه؟ خب مثلا هر 40 سال یه بار خداوند دخالت میکنه، دوباره برش میگردونه سر جای اول. گاد آف گرد، خدای رحمه ها. امروز این سخن برای من و شما شوخی تلقی میشه، ولی این سخن نیوتن بود، دروشترین عقلی که در تاریخ بشریت متولد شده است. و این آدم به جد این رو میگفت، یعنی معتقد بود که طبیعت محتاج خداست، منطقه برای که یه جاهایی این ساعت خوب کار نمی کنه، ساعت باید تنظیم بشه، خوب تنظیم وقتی بود میگفتش که شما برای اینکه به هر حال بگید که خداوند همچنان در طبیعت کاری هست، خداوند رو تبدیل کرده به ساعت ساز خیلی بد. برای اینکه اگه خوب ساعت رو بسازه که احتیاج به کور کردن و تنظیم کردن نداره. بابا خداوند ساعت ساز خیلی خوبی و چون ساعت ساز خیلی خوب